مصاحبه هامون با یوتیوبرها و استریمرهای محبوب شما این هفته سراغ یه یوتیوبر با استعداد و موفق رفتیم. فرشاد جان سلام، خوش اومدی به جویستیک. فرشاد جان اول یه ذره از خودت بگو برامون و تعریف کن که چند ساله این حرفه رو شروع کردی. سلام خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز برنامه جویستیک شو. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردید، باعث افتخاره. من فرشاد دهقانی هستم، ملقب همون فرشاد سایلنت. تقریبا اگه داستان استریمینگ و اینا رو هم حساب کنیم، من 2 ساله که تقریبا این فعالیت رو شروع کردم، ولی به صورت جدی روی یوتیوب تقریبا 1 سال و 1-2 ماه هستش که من این کار رو انجام میدم. خیلی هم عالی. فرشاد جان اصلا همون اول چه چیزی تو رو به سمت این کار پوش کرد؟ راستش رو بخواید اول من به صورت تفریحی یعنی دیدم که من از سال 2011 استریم نگاه میکردم، یعنی درسته. من از زمانی که ورلد آف وارکرافت بازی میکردم استریم های وار رو نگاه میکردم از سال 2011. بعد سال 2018 که سوئد بودم گفتم بذار برم ببینم اصلا ایرانی ها هم این کار رو میکنن یا نه. رفتم دیدم بله، خیلی تعداد زیادی از بچه های ایرانی دارن استریم میکنن و خیلی هم کامیونیتی اوکی و خوبه و اینا. منم تفریحی وارد این کار شدم. چه جالب. فرشاد جان روزای اول این کار فکرش هم میکردی که به اینجاها برسی؟ اصلا چقدر طول کشید تا شناخته بشی و کامیونیتی جون بگیره؟ راستشو بخواید اولا که من هنوز به جایی نرسیدم. این نظر لطف شماست که اینطوری میگید، هنوز حالا کار داره. ولی وقتی وارد شدم خیلی برام فان و جذاب و باحال بود. من ماه اولی که استریم کردم اوریج ویوم، یعنی میانگین ویوم، 9/10 بود، یعنی 1 هم نبود، یعنی اینطوری بود که یه نفر میومد نگاه میکرد و میرفت، یعنی کامل تا آخر نبود. ولی خب رفته رفته پیشرفت کرد و جواب گرفتم و خدا رو شکر تا یه حدی شناخته شدم قبل از اینکه وارد کار یوتیوب بشم. خدا رو شکر. برامون بگو که درآمد یوتیوب این روزا واسه تو و بقیه یوتیوبرها خوبه؟ انقدی هست که آدم این کار رو به شغلش تبدیل کنه و یه زندگی خوبی باش داشته باشه؟ ببینید توی شروع کار اولا که طول میکشه چنل مانیتایز شه، یه سری اچیومنت ها هست که باید دان شه، بعد شما میتونید درآمدزاییتون رو فعال کنید. ولی به محض اینم که فعال شه در اون حدی نیست که بتونه شغل اصلیتون باشه، یعنی در کنارش باید یه کار دیگه داشته باشید. اگر پیشرفت کنید و سابسکرایب و ویو ها، حالا تعداد سابسکرایب که مهم نیست، ولی ویو ها به حدی رسید که شما بتونید درآمد ماهیانه یوتیوبتون به جایی برسه که مخارج 1 ماه شما رو بده با اون 1 ماه درآمدی که از یوتیوب داشتید، آره از اونجا به بعد میتونید یوتیوب رو به شغل اصلیتون تبدیل کنید و تمام تمرکزتون رو بذارید روی ایده هاتون و ویدیوهاتون و اینکه کارتون رو بهتر و پیشرفته تر کنید. فرشاد جان برای بیننده هامون بگو اونایی که تازه این کارو شروع میکنن معمولا چقدر طول میکشه تا چنلشون به مرحله درآمدزایی برسه، یعنی مثلا چقدر باید صبر بکنن برای این مسئله؟ ببینید بستگی داره. عذرخواهی میکنم. بستگی داره که طرف چه کانتنتی ارائه بده، آیا اون کانتنت جذاب هست واسه بیننده یا نه. درسته. و کامیونیتی اون کانتنتی که قرار ارائه بده چقدر بزرگه. بعضی چنل ها هستن که ممکنه 6 ماه طول بکشه تا 1000 تا سابسکرایبر بگیرن، مثلا چون مخاطبشون کمه یا ویدیوهای جالبی نمیذارن. بعضی ها هم هستن که چنلشون توی 1 ماه مانیتایز میشه، یه سری ویدیوهای ترند یا به قول معروف چیزایی که الان روی دوره و شناخته شده است، از اون کانتنت ها استفاده میکنن و ویو میخوره، 4000 ساعتشون و 1000 تا سابسکرایبشون پر میشه و سریع میتونن چنلشون رو مانیتایز کنن. پس خیلی بستگی به کانتنت داره، نمیشه زمان دقیقی براش تعیین کرد برای این کار. فرشاد جان این روزا چه موضوعایی تو یوتیوب جذاب و پربازدید تره؟
موضوعات جذاب و پربازید. والا کامیونیتی گیم که خیلی بزرگ شده، یعنی گیمینگ و اینجور چیزا واقعا خیلی بزرگ شده و خیلی بیننده داره. درسته. ولی چلنجا و ویدیوهای فان خیلی بیشتر روی بورس هست الان، چه ریاکت چه چلنجای فان، کارهای خنددار، دوربین مخفی، اینا الان توی یعنی آن تاپ هستش نسبت به چیزای دیگه. واسه همین به نظر من کلا باید طرف ببینه که واسه چه کاری ساخته شده، یعنی ببینه تو چی خوبه و همون کانتنت رو ادامه بده واسه اینکه بتونه چنلش پیشرفت کنه. موافقم. فرشاد، به یوتیوبرای تازه کار چه توصیه هایی میتونی بکنی که زودتر 1000 تا سابسکرایبر اولشون رو به دست بیارن؟ ببینید، یوتیوبرای تازه کار همونطور که گفتم باید تو خودشون ببینن که چه کانتنتی براشون خوبه، با چه کانتنتی بیشتر مچن و بیشتر میتونن مخاطب رو سرگرم کنن، همون کانتنت رو انتخاب کنن. یکی تو گیمینگ خوبه، یکی تو ریاکت خوبه، یکی تو دوربین مخفی خوبه، یکی تو چالش‌های فان خوبه، یکی چیزهای آموزشی میذاره، اطلاعاتش رو در اختیار مردم میذاره که درآمدش هم خیلی بیشتر چیزهای آموزشی. اجازه بس به اسم CPM که تاثیرگذار نسبت به کانتنتی که تولید میکنید درآمدتون تغییر میکنه. باید خودتون رو توی کانتنتی که براتون مناسبه پیدا کنید و همون رو پیش بگیرید که زودتر از موعدش پیشرفت کنید و به درآمدزایی برسه چنلتون. خیلی هم عالی. فرشاد جان، میدونم تا چند روز دیگه تصمیم به مهاجرت داری، کاری که قبلا هم انجام دادی. یه ذره از دلیل این تصمیمت برای ما و بیننده ها بگو لطفا. چرا این تصمیم رو گرفتی؟ ببینید، مهاجرت همیشه یه سری محدودیت هست توی شغل ما، مثلا اینترنت. مثلا اینترنت خوب، خب خارج از کشور خیلی مثلا بهتر از ایران از لحاظ آپلودینگ و اینا، دانلود و اینا خدا رو شکر اوکی شده، خیلی دارن خوب رو اینترنت کار میکنن. مثلا همین الان نت من فیبر نوری 300 مگابیت آپلود، 300 مگابیت هم دانلود داره، حتی آپلودش هم 300ه، یعنی آپلودش روی بیشتر سایتایو که نه، ولی سایتای ایرانی بیشتر جواب میده اون 300 مگابیت. وقتی مثلا ما میخوایم روی یوتیوب ویدیو آپلود کنیم، این سرعتش 1/10 میشه، حتی کمتر، سر اینکه وی پی ان یوز میکنیم. واسه همین بزرگترین مسئله واسه مهاجرت میشه گفت اینترنته. فرشا جان، به عنوان کسی که هم تو ایران هم خارج از ایران تولید محتوا کرده، از تأثیر و تفاوتهایی که برات ایجاد شده بگو یکم لطفا. والا تأثیر و تفاوتی آنچنان طبق همون مسئله اینترنتی که گفتم تغییر و تحولات آنچنانی نیست. چرا؟ یه سری محدودیت ها هست متاسفانه، مثلا بیرون و اینا یکم مردم با دوربین غریبن، مثلا میبینن طرف داره فیلم میگیره یا کاری میکنه، وای طرف چی کار داری میکنی، از کی داری فیلم میگیری. من دوربین مخفی که تو ایران پر کردم، یه جایی دم یه مکان دولتی بودم که حالا اسمم نمیارم، ولی تارگت من اصلا چیز دیگه بود و اونجا تو فیلم نیافتاده بود که جلوی منو گرفتن، منو بردن تو دوربینمو گرفتن و اینا، که من توضیح دادم براشون کامل مسئله رو، متوجه شدن، خداشکر خیلی آدمای خوبی هم بودن و دیدن ویدیو رو، دیدن که ربطی نداره، فکر کردن حالا من دارم برای کجا فیلم میگیرم، در صورتی که اصلا یه دوربین مخفی بود. اینجوریه. ولی خب اونور این چیزا خیلی راحت‌تر و بابتر، هر جایی میرید ممکنه یکی دوربین گرفته دستش داره فیلم میگیره، حالا یا برای پیجش یا برای ولاگش یا برای یوتیوبش یا برای اینستاش یا هر چیزی. این یه سری تفاوت ها هست که بین دو طرف هستش. میدونم که جز معدود استریمرها و یوتیوبرهایی هستی که از لحاظ فیزیکی هم خیلی به خودت میرسی. به نظرت این موضوع چقدر میتونه رو فعالیت تو این حرفه تأثیر گذاشته باشه؟ والا ظاهر توی این کار خیلی مهمه، یعنی اگر بتونی خودتو همیشه آراسته نگهداری، موهای خوب، بدن و استایل خوب، لباس خوب بپوشی، این چیزا بیننده رو خیلی بیشتر جذب میکنه. ببینید، مثلا تعارف که نداریم، اگه دختر باشید
موهای خوشگل، لباس خوشگل، میکاپ خوشگل بیننده ها رو بیشتر براتون جذب میکنه، مثلا آقایون رو بیشتر براتون جذب میکنه واسه دیدن ویدیو. اگه پسر باشید، خوشتیپ بودن، خوش استایل بودن، بدن خوب داشتن خانوما رو بیشتر جذب میکنه، همونطوری که توی کار و کاسبی های دیگه است که مثلا چه میدونم طرف باید میگن که مثلا به یک منشی با ظاهر آراسته فلان بیسار اینا احتیاج داریم. همه جا توی هر صنفی هر شغلی ظاهر تیپ استایل خیلی مهمه و بیننده رو خیلی بیشتر جذب میکنه به نظر من که اینطوریه. قبول دارم. فرشاد جان تقریبا از کی ورزش رو شروع کردی و معمولا چقدر در هفته ورزش میکنی و مثلا چجوری ورزشتو با ساعتهای کاری بالانس میکنی؟ والا راستشو بخواید من از قبل این ویروس لعنتی که اومده باشگاه نرفتم، چون واقعا خطرناکه، خیلی ها هستن میرن با ماسک میگن طور نیست اینا، ولی من نمیرم. کلی هم لاغر شدم و خیلی هم دلم واسه باشگاه تنگ شده. من تقریبا 10 تا 11 ساله که ورزش میکنم و خیلی علاقه دارم به بدنسازی، ولی بعد از مهاجرتم 100% این کار رو دوباره استارت میزنم، چون طبق آمارای و باشگاهی که گرفتم یه سری تایما هست که تقریبا کسی نیست تو باشگاه و با خیال راحت میشه تمرین کرد و ساعت کاریش خیلی راحت میشه تنظیم کرد. یعنی وعده‌های غذایی به جا، ظهر اصولا تمرین میکنم و از ظهر به بعدم سعی میکنم به ویدیو و کارهای دیگه هم برسم خیلی راحت. چه عالی. فرشاد تا حالا شده از ساختن و آپلود ویدیوی پشیمون بشی؟ الان که دارم فکر میکنم به ویدیو، تقریبا تا حالا 256 تا ویدیو آپلود کردم. نه، الان که دارم فکر میکنم به هیچ وجه از هیچ ویدئوی ناراضی نیستم. همه کاری کردم تو پیجم. اوایل با گیم شروع کردم، ریاکت بوده، دوربین مخفی بوده، چالش های خنده دار بوده، همکاری با یوتیوبرهای مختلف بوده. از همکاری با هیچ کدومشون پشیمون نیستم، همشون هم دوست دارم و نه از هیچ ویدیویی، از آپلود هیچ ویدیویی پشیمون نیستم. خب خدا رو شکر. فرشاد جان اون روزی که چنلت مانیتایز شد چه حسی داشتی؟ والا راستشو بخواید من ترکیه بودم، یعنی دقیقاً روز آخری بود که میخواستم برگردم ایران و ایمیلش برام اومد که اچیومنتش باز شده. دقیقاً اکتبر پارسال بود، اکتبر 2019 بود، اچیومنتش باز شد برام و من همون موقع سریع فرمش رو پر کردم و حساب و ادسنس و اینا رو اوکی کردم و اد کردم و صبح یا ظهر فرداش پرواز داشتم به سمت ایران. برگشتم ایران، اومدم خونه، به نت که وصل شدم دیدم ایمیلش اومده تو 24 ساعت چنلم مانیتور شد و واقعا خوشحال بودم. چه عالی. یعنی فکر کنم از هر کی پرسیدم 2-3 روز طول کشیده تا چنلش مانیتایز شده، ولی چنل من زیر 24 ساعت مانیتایز شد و من خیلی 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 خوشحال بودم که میتونستم از این راه از این به بعد کسب درآمد کنم. واقعا خیلی خوشحال بودم. بسیار عالی. فرشاد جان یه ذره از علاقت به گیم بگو. از چند سالگی گیم بازی کردی و اگه خاطره باحالی چیزی داری برامون تعریف کن لطفا. راستشو بخواید من از 5-6 سالگی گیم بازی میکردم. یعنی یه کنسولی داشتم، آتاری بود اول، یعنی داشتن خواهرم و داداشم اینا، منم بازی میکردم. یه بازی هواپیمایی بود که چه آره ریور ری واندی بود فکر کنم، یه بودی بود که اینجوری میرفت بالا بنزین میخورد و هلیکوپترها رو میزد و هواپیما رو میزد، خیلی باحال بود. اونو بازی میکردم، شروع گیمم با اون بازی بود. ولی گیم مورد علاقم همیشه ورلد آف وارکرافت بوده، یعنی من از سال 2008 فکر کنم ورلد آف وارکرافت بازی کردم. فرشاد جان بازی های مورد علاقت چیا بودن و چه بازی هایی رو مخت بودن؟ همونطور که گفتم من از 2008 ورلد آف وارکرافت به صورت جدی ترای هارد بازی می کردم، توی بهترین، یعنی توی ریلمی که بودم جزو 5 تا گیلد اول بود. گیلد ما گیلد همون کلن یا به قول معروف تیم میشه که میرفتیم مثلا باسا رو میزدیم و آیتم و ریدای 20 نفره و 40 نفره. ورلد آف وارکرافت گیم مورد علاقه من بود. بعد از ورلد آف وارکرافت بازی های فرست پرسون شوتر یا همون FPS اول شخص که به قول عامیانه ایرانیشو بخوام بگم که اسلحه و نشونه داره، کراسر داره،
اون بازی های مورد علاقه من مثل CS، مثل PUBG، مثل Call of Duty، اینجور بازی ها. بازی های رومخ فورتنایت چون بیلد فایته، باید بیلد طرف بلد باشه و فلانه، یعنی اگه ایمت از طرف هم بهتر باشه ولی طرف بیلد بلد باشه، یعنی اصلا این بازی رو درک نمی کنم که طرف میاد جلوت یه خودش یه قلم کاغذ در میاره دیوار جلوت میسازی، مگه میشه همچی چیزی؟ فورتنایت خیلی بازی رومخیه واسه من، ولی بازی مورد علاقه هم ورلد آف وارکرافت و بازی های فرست پرسون شوتر. فرشا جان، نظرت راجع به استریمرهای دختر چیه؟ به نظرت چرا با وجود اینکه استریمرهای موفق دختر تو ایران کم نداریم، بازم نسبت به بقیه جاهای دنیا تعدادشون الان خیلی کمتر از پسر هست؟ ببینید، از همون اول که گیم باب شد توی دنیا، بیشتر پسرها رو توی گیم میدیدن و این خیلی مشکل بزرگیه. مثلا کشور سوئد گیمرهای دختر پسرشون 50-50ه. ایران ولی اینطور نیست، ایران ممکنه 10-90 باشه یا 20-80 باشه، چون من مطمئنم که دختر گیمر خیلی کم هست. از اون بر جا افتاده که پدر مادرها متاسفانه میگن وای گیم مال بچه هاست، چه میدونم 25 سالت 30 سالت هنوز داری گیم بازی میکنی. اینو من این حرفا رو اصلا قبول ندارم. گیم الان یکی از بزرگترین صنعت های دنیا و پردرآمد ترین صنعت های دنیاست. مثلا TI10 International Championship بازی 2x2 TI10 40 میلیون دلار جایزشه. یعنی هنوز فکر میکنن که گیم فقط سرگرمیه، یعنی اصلا کاری بهش نگاه نمیکنن. حالا از اون قضیه دخترها، همیشه چون پسرها اولویت بودن توی گیم نسبت به دخترها و همیشه فکر میکنن یه دختر نمیتونه پرو پلیر باشه، همیشه پسرها اتوماتیک بیشتر جذب شدن واسه این کار. و باز من اینو قبول ندارم، یعنی دخترهای استریمری هستن که از خیلی پسرها جلوترن، خیلی موفق‌ترن، واسه اینکه کانتنت خفن‌تری تقدیم مخاطب میکنن. یکی حالا از لحاظ فان بودن، یکی من کلی پرو پلیر دختر سراغ دارم توی خارجی ها مخصوصا، که واقعا طرف جزء 10 تای اول دنیاست توی گیمی که بازی میکنه. مثلا دانو به نظر من بهترین پابجی پلیر دختر دنیاست که من خودم استریماشو نگاه میکنم. و نباید این تفاوت ها باشه، باید همه چی یکسان باشه. به اینم اصلا فکر نکنن که بعضی پسرها هم اصلا میگن وای طرف چون دختره مثلا پسرها بیشتر جذبش میشن و بیشتر میرن نگاه میکنن. نه، اینطوری نیست، اصلا جنسیت تو این کار مهم نیست. هر کسی کانتنت که نداره، من هی سوتی میدم ببخشید، هر کسی کانتنت بهتری ارائه بده، ویو بیشتری میگیره، درآمد بیشتری داره و موفق تره. بهترین کنسولی که داشتی تا حالا به نظر خودت چی بوده؟ بهترین کنسولی که داشتم، من با کنسول کلا زیاد موافق نیستم، یعنی من کنسول پلیر نبودم از اول. من پی سی رو ترجیح میدم. من پی سی رو، یعنی همیشه با موس و کیبورد توی گیم راحت تر بودم، یعنی زیاد با دسته میونه خوبی ندارم با کنترلر. اصلا چون بازی های مورد علاقه هم فرست پرسون شوتره و ایمینگ داره، ترجیح میدم که با موس و کیبورد بازی کنم. خب میشه برامون بگی یوتیوبرهای مورد علاقه تو دنیا کیان و بیشتر طرفدار چه سبک ویدیوهایی تو یوتیوب هستی؟ یوتیوبرهای مورد علاقه من توی دنیا که دنبالشون میکنم، فیز راگ، KSI، پیودیپای، ارزم به خدمتتون که توی حوزه بیشتر گیمینگ مارکیپلایر، جکسپتیکای و در رد برد که البته اون دوربین نداره، فقط صداشه، که ولی خب 11-12 میلیون هم سابسکرایبر داره. میخوام بدونید که حتما مثلا طرف وبکم نداشته، ممکنه با یه صدای خیلی جذاب بتونید مخاطب رو جذب کنید و الان بدون اینکه کسی دیده باشتش 11-12 میلیون سابسکرایبر داره و فوق العاده موفقه. من از روی این یوتیوبرهایی که اسم بردم بیشتر الگو برداری میکنم و سبک ویدیوهایی که دوست دارم، دوربین مخفی خیلی دوست دارم، بعدش چالش‌های دوستانه، یعنی مسابقاتی که مثلا چند نفر یه جا جمع میشن برگزار میکنن با جایزه و مجازات، اونا رو خیلی دوست دارم. بعدش هم ویدیوهای گیمینگ. فرشا جان، چند تا کلمه بهت میگم در موردشون، هرچی میاد تو ذهنت بهمون بگو لطفا. ریزر
برند مورد علاقه من نیست، من هیچ وسیله ریزری ندارم. برند مورد علاقه من استیل سریزه، یعنی من تعصبی طرفدار استیل سریزم و خیلی دوست دارم این برندو. همیشه چیزای خفن زده، یعنی از موقعی که گیم نت میرفتم، حالا یه تایمای لاجیتک و اینا هم میخریدم، ولی استیل سریزو از تمام برندو بیشتر دوست دارم. کاپی رایت کلیم ببینید، کاپی رایت کلیم زیاد ترسناک هست، ولی زیاد ترسناک نیست، چون دیگه ما دیگه انقدر اومده دستمون این داستان کپی رایت و میدونیم کجا چه خبره و چیا کپی رایت میخوره چیا نمیخوره. آودیو لایبرری های خود یوتیوب رو استفاده میکنیم و هیچ وقت دیگه تقریبا 99.9% با این مشکل مواجه نمیشیم. واژه خطرناک تری که ما باش بعضی موقع مواجه میشیم واژه لیمیتد هستش. لیمیتد درآمدزایی ویدیو رو کامل قطع میکنه تا موقعی که ریویوشه به صورت دستی. ممکنه یه عکس، یه هشتگ، یه کلمه توی دیسکریپشن یا هر چیزی باعث شه ویدیو رو لیمیت کنه و درآمدزاییش رو قطع کنه. از همینجا به تمام همکارام میگم که امیدوارم هیچ وقت با این کلمه مواجه نشید و همیشه اون دلار سبز رو ببینید. کلمه بعدی امانگاس. امانگاس میشه بهش گفت مافیا کوچولو. یعنی یه بازی به سبک مافیاست، به صورت گیم در اومده که چند تا آدمکن تو فضا هن و دو نفر مافیا یا همون ایمپاستر داخلشونن که باید اونا رو پیدا کرد. اونا شروع میکنن همدیگر رو، آدم خوبا رو کشتن. من به این بازی میگم مافیا کوچولو. نینجا پرسرعت ترین پیشرفت توی استریمینگ، یعنی تنها دیسکرایبیه که میتونم از نینجا بکنم همینه. یعنی واقعا برید شما استریمای اولش رو ببینید، خودشه و یه تخت ساده و معمولی پشت سرشه، یه یخچال هم کنارش که اونم بعد گذاشت، یعنی هیچی، یعنی یه اتاق خالی بود ولی با فورتنایت ترکون و واقعا الان فکر کنم دیگه پردرآمدترین استریمر جهان باشه. آخرین کلممون هم پیکاپ لاین. این کلمه از کجا اومدی؟ و پیکاپ لاین که میشه همون جمله معروفه که تو ایران خودم، یعنی عامیانش میشه جمله مخزنی. پیکاپ لاین باید خلاق بود توی پیکاپ لاین. اگه پیکاپ لاین ضعیف و تکراری استفاده کنی واسه طرف مقابلت جذاب نیست. راجع به همین پیکاپ لاین یه ویدیوی خیلی خفن بعد از مهاجرت داریم، حالا دیگه شما کلمه‌شو گفتید، منم این قولو به تمام بچه‌ها بدم که خفن ترین پیکاپ لاینی که شما میتونید مخ طرف مقابلتون رو بزنید و یکی یکی میریم تست میکنیم توی اون ویدیو و ویدیوشو میدیم بیرون دیگه، چون اینو قبلا هم بهم گفته بودن و من ویدیوشو حتما درست میکنم واسه تمام بچهای سایلنت آرمی و امیدوارم که دوست داشته باشن. خلاصه بندی پیکاپ لاین هم اینه که باید خلاقیت داشته باشی دیگه، همین. فرشاد جان خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی، امیدوارم باز به زودی تو برنامه داشته باشیم تو بیشتر و مفصلتر با هم صحبت کنیم. مرسی از شما و برنامه خوبتون، مرسی که منو دعوت کردید، باعث افتخار بود. مرسی، خیلی لطف کردید، خسته نباشید. به شما و تمام دستاندرکاران، کسایی که پشت دوربینن و انقدر زحمت میکشید و انقدر برنامه درست میکنید، خیلی عشقید. بازم دمتون گرم، مراقب خودتون باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به زودی توی کانال یوتیوبم میبینمتون. پس فرشاد سایلنت رو حتما سابسکرایب کنید. فعلا. پیس. فعلا.